Ach, wie. چی نوشتی عزیز دل؟ کار دست خودت ندی؟ نه مهری، نه. کار از دست رفته. خودم میدونم. تا وقتی این چرخ میچرخه نگو کار از دست رفت. نگو عزیز دل مهری. خواستم بگذرم از شرق. خواستم مهری نشد. چرخ از من گذشت. چطوری اینطوری شد؟ چطوری شد مگه عزیز دل مهری؟ به خیال تو اولین دختری هستی که زن تقدیرش میشه. من باید می شدم. شکم منو ببین. مهدی قلی می خواستم من. یادت نیست می گفت مهری قلی بخونیدم؟ کجا سلام؟ گریه کن دخترم. عشق بریز. آه بکش.
ولی تا فردا سپیده که زد همه رو فراموش کن. نمیتونی عزیز دل، میشه تصدقت بشم. زن خمیرش نسیان، که اگر نبود هیچ زنی رو زمین زنده نبود. گریه کن عزیزم، گریه کن درد. حوزه تخصیر خانم، من بخت اینو نداشتم که خدمت گذار شما باشم. همگین نشو آهو، تو جوونی خوب، اونا قدرتو بهتر میدونن. خانم اگه ازم پیجور شدن چی بگم که خبرچینتون نکرده باشم؟ از جانب من اجازه داری هرچی که دیدی بگی. برو دید، برو خیلی. میتونی بری. دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعزیر می کنند. ناموس عشق و رونق عشاق میبرند، ای به جوان و سرزنش پیر میکنند. و اما بعد سلام بر مردی که به یک نظر عشق را دریافت، و زان پس به چشم بر هم زدنی دل از دلدار برد. در ساعتی که این نامه را میخوانید، این بینوا را چنان عروسکان خیمه شب بازی بزک کردند تا شمع محفل قشون خواستگار باشد. تو که چون ماه در طالع من طلوع کردی، بدان که من در هفت آسمان خدا یک ستاره بیشتر ندارم. نازنین برادرم میرزا اسد، اکنون با سعایت کدام از خدا بیخبری برادرم رسم بیرسمی پیشه کرده نمیدانم. باری تقدیر من این چنین رقم خورده است که میان عشق و محبت شما و مهر و رضایت تنها برادرم، تنها و تنها یکی را باید برگزینم. خواهم سوخت و خواهم ساخت، که هرچند ایشیدم راهی برای جمع کردن شما و برادرم نیافتم، مگر اینکه ظرفی زهر حاضر کنم و سر بکشم تا شاید بر سنگ مزارم گرده هم بیایید و این دوگانه یگانه گردد. وقتی بر سر قرار شما در آن باغچه متروک حاضر شدم، دختری بودم رشید و بالغ که به اذن هیچ کس برای وصال و وصلت با شما احتیاج نداشتم. شما که رفتید برادرم آمد و به یادم آورد که من تنها خواهرم برادر هستم. میرزا اسد آنچنان در تمام این سالها نسبت به من ایثار و محبت داشته که پشت پا زدن به غرور و غیرتش از عهده من شرمنده بر نیامد. علی رغم آتشی که به جانم افتاده، باید پای بر خیشتن بگذارم و چنان تمام عشاق ناکام که در تواریخ و داستانها نوشتند کردم به حکم تقدیر بنهم. به زودی برای همیشه در عقد غیر خواهم شد و با شما نامحرم.
همت کنید و برای همیشه فراموشم کنید. به فکر تقابل و تقلا هم نباشید، زیرا چنان شما را در نظر برادرم اهریمن کردند که با کوچکترین اقدام شما خون به پا خواهد شد و این خون از هر طرف که بریزد من یکی طاقت تماشا ندارم. جناب ارسلان میرزای قاجار، غیر تسلیم و رضا چاره ای نماند. بیچاره توفیقند، هم ساله و هم تاله، درمانده تقدیرند، هم عارف و هم عامی. جهدت نکند آزاد ای سید که در بندی، سودت نکند پرواز ای مرغ که در دامی. امضا کمینه شرمنده فخر و زمان شالچی، ششم ذی‌قعده 1313 هجری قمری. آقا اونجا به جز خانم فخر و زمان کسی دلش با شما نبود. تو خودت این رشید رو دیدی؟ نه آقا، میگفتم پسر حاج فتاح. حاج فتاح، حاج فتاح، خانوم میگفت؟ نه آقا، خانوم حتی اسمش هم نمی آورد. اسمشو نمی آورد؟ چطور؟ خواهانش نبود. تو از کجا میدونی شیطون؟ خب اگه میخواستن خواستگاری به سنوبت نمی کشید. وقتی هم که این پیش آمد شد، اشکای خانم بند نمی شد. خیلی خوب، فعلا مرخصی. رو چشم خواه. میدونم. آخر رمزون نبرده صحرا. میفهمم ات زبون بسته. منم مثل تو هم آذر. آذر. منم تب دارم. ببین
عرق سرد فخریده. من هم از دیشب دیدی چی شد دیشب؟ نه مادری که ناز بفروشه، پدری که پشتم باشه، خواهری که غمخورم باشه، چطوری اینطوری شد آذر؟ ست زنگ دل مهری اون بالا مریض، آذر تنها، چه شور وقتی همه آذر. فخری، فخر زمان، فخری. بله. چشت روشن، خیلی خاطرت عزیزه براشون. بیا ببین به نصف روز نرسیده چه طبقی آوردم برات. ولی من که تا حالا ندیدم پیشکش جواب فردای خواستگاری. هولن هزار ماشالله. پروین هول اونیه که زود جواب داده، نه اونی که زود طبق آورده. تلخی نکن دیگه، بیا بریم. کجا بیام پروین؟ اگه بار اول میان توی خونه، تو مهری هستیم دیگه. مهری که از اون دوا شربت آخری که طبیب بهش داده یه جرعه میخوره نصف روز بیحال بیهوشه. منم میدونی که حریف زبون این زناجی نمیشم. بیا قربون شکلت. اصرار نکن پروین، خودت برو، نترس، از سرشون هم زیادی. من که به خاطر خودم نمیگم، مادر و خواهر شوهرتن، خوبیت نداره به خدا. بعدش من کار به این کارا ندارم که. میرزا گفت برم صدات بزنم بیای. وسط مگه خونه است؟ آره دیگه، شنیده اینا میان، برگشته به بونه ناهار که یه عزتی هم بهشون گذاشته باشه. بعدش هم جلو اونا بهم گفت برم صدات بزنم. بعد میشه نیا یا فخر و زمان. فخری بیا که دلش نشکنه برادرت. باشه پروین، میام که دلش نشکنه. فریم هزار ماشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعدش هم با این سر و شکل نیا یا برو یه دست به سر و روت ببر بعد بیا. دیدی آذر؟ دلی که از من شکست به چشم هیچکی نیومد. بفرمایید آش خانم، بفرمایید دمتون شیرین. دست شما درد. سرد شد چایی. خیلی ممنون. دختر حاجی بفرمایید. ممنون. آش خانم میوه میل کنید. خانم فخرالزمان سردماغ نیستن انگار. نه آش خانم، فخرالزمان فقط... چرا یه چند روزیه به خاطر ناخوشی مهرونسا حال فخری هم خوش نیست. مگه نه فخری جان؟ دیشب شلوغ بود، حالشو نپرسیدم. خدا بد نده دخترم. بد نبینید، حالش اصلا خوب نیست. ای بابا، آدمیه دیگه، آدم. شالله خدا شفاش بده. هم که زن خوبیه، به کردن شما حق داره. هم که خدایی نکرده به وقت امر خیر ایشالله چیزی پیش آمد نکنه، عروس بشیب سلامتی.
حرف که قحط نیست. چشم حسود داداشم و زن داداشم کور. ایام شادی هر دو منزله. میخوام رونما کنم تحفه‌هایی که آوردیم. شاید عروسمونم سردماغ شد. از اینا میخوام شروع کنم که میدونم خیلی دوست داری فخری جون. نقرجات اعلی، همه از حجره حاج عبدالله، همه همرنگ و همشکلم فخری جون. سنگاشو ببین فخری جون، فیروزه نیشابوره. رکابش هم کار دست خود حاج عبدالله است. مگه هنوز حاج عبدالله کار میکنن؟ بنده خدا که دستش علیل شده بود یه سال پیش. اینا رو خیلی وقت پیش با مادر خریدیم، همون بار اول که دیگه دیر شد یا نشد. قسمت بود که حالا دستتون درد نکنه. میشه ببینم؟ چقدر قشنگن. مرحبا، چه با سلیقه. فخری جان ببین، زحمت افتادید. دستتون درد نکنه. فخری جون اینا رو ببین تا بریم سر وقت طلاها. اینم از چوب مرغوبه که برای جای عود و انبرتون گرفتم. انشالله که باهاش خونه دلتو خوش بکنی فخری جون. اینم ظرف حنای نقره با سنگای گرانبهای فیروزه. مبارکت باشه. اینم یه جعبه از بهترین چوب گردو برای جای وسمه. سرمدون نقره هم داخلش. البته موی فخر زمان حالا حالا ها سفید نمیشه. حنا و وسمه مال ما هاست که یه پامون لب گوره. خدا نکنه حاج خانم، نفرمایی. اینم طلاها. شش تا علنگو مرغوب. یه سینریز که برازنده خودت فخری جون. دو تا انگشتر. یه جفت گوشواره. ماشاءالله خیلی بهت میام. حجرت برس. فخری قد نمک به زخم این دختر نپاش. هی بگی چته چت نیست آسی ترش میکنی. یعنی باید بدونه که اینطوری جلو مهمون ظاهر نشه یا نه؟ بنابر خدا باید چطوری جلو مهمون ظاهر میشد با این وضع؟ تو خوابی یا خودتو زدی به خواب؟ صبحم نخوردم، تا دیشبم نخوردم.
نخورد؟ نه. جشن 50 سالگی سلطنت نزدیک، زودتر باید این عزاداری رو ختمش کنیم. ارسلان میرزا اگر مقارن با این جشن لقب گرفت گرفت نگیره، بعید میدونم از نمد دربار کلاهی گیرش بیاد. فعلا که حبسن از دیشب، نه چیزی خوردن نه جایی رفتن. میترسم اگر همینطور پیش بره زبونم لال، کل ایام جشن و خونه نشین و ناخوش بشن. ناخوش و خونه نشین که نمیشه، ناکام و خونه نشین چرا؟ باید کاری کنیم جواهر. عم کنید خانم. اون دختر دهاتی اسمش چی بود؟ آهو. بسیار خوب، آهو. در اماراتی که ورود کلفتا به اتاق ارباب رسم نیست، تو برای چی امروز صبح احضار شده بودی پیش ارباب؟ جناب میرزا ارسلان پرسیدن که منزل شالچیا چه خبر بود. خب منزل شالچیا چه خبر بود؟ من همه چی رو به ارباب گفتم. بگو یه بار دیگه، تعریف کن برای من بدون کم و کاست. چش، راستش جوار خانم که تشریف بردن، من و طبق تنها بودیم. تا شبم اتفاقی نیفتاد. شب که شد میرزا اسد در اتاق قفل کردن، منم خوابیدم. فرداشم بعد از صبحانه و نهار در اتاق قفل میکردن. تا فردا عصرشم که میرزا اسد اومدن گفتن باید با طبق برگرد. گوش کن جواهر، طبق ایل قاجار رو پس فرستادن، اونم با کنیزی که خودمون براشون پیشکش کرده بودیم. تموم شد دیگه خانم، غصه نخوری، جوابشون نبود. حق بدید، باید آدم معتبرتری میفرستادن حتی برای نگفتن. بله. اتفاقا وقتی من ببخشید، هیچ. بگو، تعریف کن هر چی دیدی و شنیدی. وقتی که میرزا اسد داشت به رمزون میگفت منو برگردونه، رمزونم به میرزا اسد گفت کاش یه آدم معتبرتری میفرستادید، عمه خانمی کسی از بزرگای فامیلشون. خب میرزا اسد گفت اونا دیروز این دختر و طبق و اون کنیز بیادب رو فرستادن، ولی ما یه نوکر آبرودار و محترم فرستادیم. از خداشونم باش. شنیدی جواهر؟ یارو به تو گفتی این کنیز بیادب؟ پارچه مخمل داری هم حسن؟ مخمل که داری صدت مونس، جشن 50 سالگی سلطنت ها. بلش کن آخ حسن، حتا این نمیفهمه داری یا نه. آره که دارم امو، اتفاقا یه دونه مخمل سری دارم، جنسشم عالیه. بفهم. سبز ستری خوبه؟ سبز صدری هم خوبه نه اوروارید؟ آره خانم، خیلی به شما میاد. تخت طلا چی بود اونجا گفتی قربتی ها؟ خانم به خدا من نمیخواستم بگم، شما خودتون گفتین بی کم و کاست بگم. بی کم و کاست ها؟ از بعد وقتی گفتم بی کم و کاست خوب منظورم میفهمی درسته؟ بله. جواهر ولش کنم بیچاره رو، بیا اینجا ببین چیا سوا کردیم. نه جلی ششم دور کن، را برو دیگه. به 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 حسن عطار، چی آوردی برای دخترا؟ من اینو برداشتم، قشنگه؟ خیلی قشنگه. همه چی آوردم خانم، اگرم بیشتر خواستی تشریف بیارید بازار، من دیگه کمرم نمیکشه بیش از اینا بار کنم. حوصله بازار نداری، وقتی جشن دربار بی خودی بازار شلوغ میشه. ببین دختر رو چه انتخاب کردن دفعه دیگه براشون بیار. این خیلی چش خانم.
چیزی کم و کسر نیست؟ نه دست در نکنه. بخوریم؟ شد. نمیاد، گفتم که. یعنی چی؟ یعنی همین، خواب و خوراک نداره. تا مهری بیداره پیش مهریه، مهری که میخوابه میره پیش آذرخش. یعنی به قاعده اسبشم نباید به ما حرمت بذاره؟ خوردن نخوردن که دروغ نداره. از دیشب روزه داره، مصیبتشه. تو بیاره تو به تاهر غذا بده، من میرم سراغش. اسد جان نرو، بذار شاید گذر روزگار آرومش کنه. میگم بیا برو تو به طاهر غذا بده، من میرم سراغش. چشم. سلام آقا. برو همزون. چشم. احبا آقار بخیر، او قاپ خواهر ما رو دزدیدی دیگه، محل به برادر نمیذاره. نکنه تو هم مثل ثابت بدقلقی؟ صاحبش بدقلق نیست، بدبخته. تو چرا اینجوری حرف میزنی فخری؟ به خدا هرچی این چند روز کردم فقط به خاطر سلام مصلحت خودت بوده. خیریت و سلامتی. میگم به خاطر سعادت عاقبت خودت بوده که خلاف میلت کردم و گفتم. به میمنت و مبارکی. چرا دست از تنم بر نمیداری اسد؟ ببین فخری، اسد من حرفی با تو ندارم، آزرم نداره. خلوت با اسب که دیگه باعث آبروریزی نیست. راحتمون بذار، برو به امور خیرت برس. لا اله الا الله. خلوت با اسب یعنی چه فخری؟ ببین خدای دیگه روز متوجه میشی که من به صلاح خودت حرف میزدم و شرمنده میشی. یا آخه کی بنه من تو ریچارد لغز بوده که حالا داری اینجوری میکنی؟ من هم فکر میکردم هرچی بین من و تو هست شفقت و محبته، ولی اشتباه میکردم ازت. خیال میکردم بعد از حاج بابا تو تو فکر میکنی که اگر حاج بابا زنده بود نفی گوشه میشه تماشا میکرد که تارق. لا اله الا الله. همون شفقتی که تو میگه اگر نبود که تو الان اصلا زنده نبودی. اگر مهری از خودش ایثار نمیکرد الان زنده نبودم. شفقت؟ خبر داری بچهش تکون خورده؟ به حال مرگ افتاده. برو توی غرفش تماشا کن، از زخم دستش هنوز چرک و خون داره میره. بگو اومدی خونم رو بریزی، نشد و نریختی. یعنی من اگه قصدم ریختن خون بود میرفتم خونه مهری رو همراه میآوردم؟ من مهری رو همراه میکردم که جلودارم باشه از قشم و قیز. مرحبا به تدبیرت. ولی کاشی همونجا خونم رو ریخته بودی، نه این که براهی بفرستی که روزی هزار بار از خدا مرگم رو بخوام. امان از جهل و نادانی، امان. این حاج بابا اگر بود، اسد تو رو خدا خودتو با حاج بابا یکی نکن. حاج بابا اگر بود زمینم نمیزد توی اون باغچه، خفتم نمیداد جلوی چشم طاهر و مهری. کجا حاج بابا من رو به زور شوهر میداد؟ اگه وقتی زنده بود کم خواست کار داشتم. یادت باشه ازت، نه اون رشید بی خاصیت حاج فتاحه، نه توی سنگ دل حاج بابا. اینقدر خون به دلم نکن فخری، من هم چندری نکردم که مثل حاج بابا برای تو. ولی من ساده یه عمر خیال میکردم هستی. هستم،
ولی بدون اون دیل آقا میرزایی زنباره. اسم اونو نبر اسد، اونو با باقی خواستگارم یکی نکن. آخه تو از این مردک زنباره چی میدونی فقری؟ هرکی از این در اومد تو که اسم بذار رو من، برای تملک بود، برای تملک من و املاکی که سهم و ورثمه، حتی همین رشید. ولی شازده تومانی هفت سنار توفیر داشت اسد. من تو گفتار و رفتارش خیال تملک ندیدم، هرچی بود و نبود تمنا بود. اینا که همه شعر و شعاره که. فقط خدا میدونه که این گرگ به چه حوص و هوایی پا پیش گذاشته بود. فقط خدا میدونه. خیلی خوب، من که حرفی نداشتم. خودت اومدی و نبش قبر کردی، حالا هم خاک بریز و برو. من نه توقع دارم که مثل مرحوم بابا فرق تملک و تمنا رو بفهمی، نه توقع دارم که پا بذاری روی غیرت و غرور مردونت. فقط به جاش منم تا موقعی که مهمونتم راحتم بذار. الان که گفته یعنی چی؟ یعنی با من به قهری تا وقتی که هستی؟ غمت نباشه، اگر زنده موندم که میرم به هجله رشید عزیز تو، دلت آروم میگیره. اگرم تابون هایی بردم و لاشه خوهرت میبازم. زبونتو گاز بگیر فخری. من نباشم برای همه بهتر اسد. دیگه خواهری نداری که نگران رسواییش باشی، عزادار میشی و آبرو داری. میگم زبونتو گاز بگیر فخری. فانوس نبری در باب؟ نه دیگه، برستم تو انبار آفتاب زده. هر طور صلاح میده. خدا حافظ. شد این قبه قجری؟ دارم درست میکنم، این با بقیه فرق کنم. آقا ما اضافه بکشی نفستو میبرم. ملتفت شدی یا خوابی؟ امروز روز آخر زندگیت، حرف بزنی شاید طولانی تر بشه، فهمیدی؟ چشم آباریکلا. حالا هر چی جناب شازده ازت پرسید مثل بچه آدم جواب بده، فهمیدی؟ صبح بخیر. امروز بازار چطوره؟ رشید اغلان. صبح بخیر. منو میشناسید شما؟ رشید مگه نیستی تو؟ رشیدی دیگه ها؟ بله. اگه منو میشناسید باید بدونید آقا پدرم خیلی پول داره. کاری میکنم همه ی اموال پدرم گیر شما بیاد. همه ی اموال پدرم. اگه منو بکشید چیزی از اموال گیر شما نمیاد. فقط منو نکشید. نگو چرا انقدر پدرم پدرم میکنی بچه؟ بی خود نبود کسی درباره تو چیزی جز اسم پدرت نمیدونست، پسر حاج فتاح. خلام شما آقا، کاری هم ندارم کی هستی، فقط زنده هم بذارید. دوست داشتم بودی و زندت میذاشتم، ولی نمیشه. تازگیه شنیدم جای دیگه ای به غلامی قبولت کردن.
دست خداست. نزدیک عقد و عروسی آقا. چپ مرگم نکن. نمیشه. دست رو دختری گذاشتی که نباید. سنگ رو بافه‌ای گذاشتی که مال تو نبود. در حقیقت سنگ رو گور خودت گذاشتی. بده من اون قمر رو ببینم. غلط کردم آقا. چی کار میکنی آقا؟ ایو انداز به دادم برسید. لعنت هیچ فقط از خودت نپرسیدی چرا دو نوبت قبلی جوابت کردن شالچیا یا فهمیدی اون دختر دلش با تو نیست خودتو زدی به خریت فکر کردی چون پسر اون پدری هر گویی دلت خواست میتونی بخوری حرف بزن ببینم چی میخواین از جون من جون تو آخه به چه جرمی همه زن میگیرن منم یه دونه گرفتم همه مثل مرد زن میگیرن تو چی؟ تا دیدی آب گل آلوده رفتی ماهیگیری؟ نگفتی دنیا داره مکافاته نگفتی یکی پیدا میشه قلاب میکنه تو گلوت از خلق و ماویزونت میکنه به همین تیرک آب گل آلود کدوم آقا من خواهانشم باید بگیرمش جرمه؟ رسیدیم به جایی که باید بازش کن منو میشناسی رشید؟ میشناسی یا نه؟ نه من میرزا ارسلان قوانلوی قاجارم این هارت و پورتایی هم که کردی باید مرد و مردونه ثابت کنی این تحت فشار قمه و تنابم اعتراف کردنت به درد من نمیخوره بیاریدش یالا را بیفت